خب صدای بازدادی همراه پخش میشه. امروز سه شنبه است. آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز در استودیو هستن. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون. و محمد رضا معزنی عزیز هم با ما هستن. درود بر شما. خیلی خوش آمدید. شما بخیر. ممنون. مرسی از دعوتتون. امیدوارم خوب باشی. خوبم، مرسی، خیلی ممنون. خیلی مشکوک میزنه امروز جریان چیه؟ نه، من امروز گفتم به خاطر برنامه شب یه مقدار کورتون زدم، این تورای صوتی یه مقدار مثل اینکه مهمان دیگری هم داری جواب میگه. یه نفر دیگه هم داری رو خط ها؟ بله ظاهرا. دکتر جاله بنشیان عزیزم با ما هستن. جاله جان درود بر تو. درود بر شما و سلام عزیزم خدمت همگی. میتونید بگید که چه خبره؟ بذار من خدمتتون عرض کنم چه خبر. من یه روز صبح که فکر کنم دو هفته قبل بود، جمعه، دیدم که خانم دکتر بنشیان و جناب محمد رضا معزنی دارن درباره به دلایل شخصی که بس ها نمیدونم اضافه حقوق بود، پاداش بود، عرض کنم شیرین خودباش بود، نمیدونم چی بود، خودشون بیشتر دارن توضیح میدن، اشاره کردن که میخوان برای من یه بزرگداشتی بگیرن. خب و بعدم خودشون متوجه شدن که این کار میتونه خطراتی داشته باشه و همون جا هم فکر میکنم اعتراف کردن به این که ما به خطر و ضرر افتادیم. بعد گفتم بهتر این است که دنبال شریک جرم بسیار معتبری بگردن. این بود که به هستالی تلفن کردن. جناب میبودی شما که در خیابان داشتید قدم میزدی، تلفن رو برداشتی تو با این دوستان صحبت کردی، تو از اونجا به هر حال درگیر این گفتگو شدید. حالا یا خود شما یا جناب معزنی یا خانم بنشیان هر جور که مایل هستید بقیه داستان رو ادامه بدید. عرضم به حضورتون که آقای دکتر، من خب یه چیزایی رو از قبل میدونستم، ولی خب حتی جناب آقای میبودی و خانم بنشیان نمیدونستن. بعد برای همین روز قبلش یک مرتبه آقای مهری اتفاقا اینجا بودن و خانم جاله گفتن که ما باید برای آقای دکتر بزرگداشت بگیریم. بعد حالا چند وقت قبلش هم با پرهام اتفاقا راجع به همین موضوع صحبت کرده بودن و که ما باید برای آقای دکتر بزرگداشت بگیریم. بعد من هم هبار گفتم ما متاسفانه توی خارج یه سندیکایی، یه به قول معروف یه ارگانیزیشنی نداریم، مثل ارگانیزیشنی مثل آسکر آکادمی و این چیزا که میان، خودش یه ارگانیزیشنه، چندین ده هزار نفر عضو داره، بعد میاد برای مثلا هنرمندا و هنرپیشا. خلاصه بعد صحبت سر این بود، یه مرتبه چون از یک سری اطلاعات آسمانی من خبر داشتم و نمیتونستم بهشون بگم، گفتم حالا بزرگداشت نه تولد میگیریم. بعد گفتن نه چه تولد، یعنی چی باید بزرگداشت گرفت و اینا. بعد دیدم کار داره خراب میشه، گفتم با آقای میبودی تماس بگیریم که بگیم حتما ایشون شما را، چون من مطمئن بودم یا بگیم بزرگداشت یا بگیم تولد ممکنه شما مخالفت کنید، ولی خب خیلی وقت بود میخواستیم این کار رو انجام بدیم. و قضیهش این بود، اینه که من مطرح کردم بدون این که بگم بابا اصلا قراره یه برنامه ای ظاهرن باشه شاید، ولی اونو نمیدونستن که دیگه بعدن حالا داشتن دنبال جاش میگشتن و نمیدونم چه کجا باشه چند نفر باشه، که دیگه بقیهش دیگه خودتون در جای. خب اجازه می بودی اگر اجازه بدید خب با تمام شماره دو خواهش کنیم که اگر حرفی دارن بزنن در دفاع از خودشون، به هر حال دادگاه تشکیل شده. والا متهم شماره دو صحبتی نداره جز اینکه تقریبا همونطور که آقای محمد رضا گفتن، من چند سال پیش من این موضوع رو مطرح کردم با پرهام عزیز و گفتم که واقعا جای یک بزرگداشت خالیه و ما هممون دلمون میخواد که به هر حال این مراسم رو داشته باشیم به پاس زحمات 20 و چند ساله آقای دکتر هولاکویی و خدماتی که در این زمینه در جامعه ایرانی داشتن. ولی خب این قضیه اون زمان مقدماتش فراهم نشد و به همین جهت وقتی که با آقای مهری داشتیم صحبت می کردیم، یک آن به نظر من اومد و دلم می خواست این کار بکنم، منتها پیشنهاد آقای محمد رضا که می خواستن با تولد و اینها یه جورایی قضایه رو با همدیگه میکسش کنن و ترکیب کنن، من خیلی موافق نبودم. بعد با آقای میبودی که صحبت کردیم، ایشون هم با نظر من موافق بودن که بهتره که ما یه مراسمی داشته باشیم فقط و فقط مختص این موضوع و اینکه به هر حال ما یه پاسداشتی داشته باشیم آقای دکتر برای همه زحماتی که شما در تمام این چندین سال
برای برنامه برای جامعه ایرانی داشت. به هر حال بسیار ممنونم، ببخشید جامعه بودی، برنامه شماست و من بی خودی دارم خودم رو درگیر میکنم، فقط چون میخوام وقت شما و برنامه‌تون رو بیش از اندازه نگیریم. همونطور که عرض کردم قصه این بودم، الان جناب مؤذنی اشاره کردن که خب فکر میکردن یه همچین پیشنهادی مورد مخالفت من قرار میگیره، تولد و بزرگداشت و اینا. این بود که دنبال شاید خبر نداشتن که من خودم بیش از بقیه به دنبالی بودم که خب بالاخره برای من یه کاری بکنید. یعنی شما چرا برای من هیچ کاری نمیکنید؟ و معلوم بود که رول و نقش من خیلی خوب ایفا کردم که دوستان واقعا به این فکر افتادن که این کارو بکنیم با وجود مخالفت هولاکویی، در حالی که خبر نداشتن من تمام زمینا رو ساخته بودم. حتی پرهام هم به من گفت که جامعه بودی و بقیه چند بار تا این ماها و سالهای اخیر به این نکته اشاره کرد. این بود که قبل از اینکه این ماجرا اتفاق بیفته من به این فکر افتادم که برنامه‌ای داشته باشیم. نتیجتاً آمدیم و یک آگهی درست کردیم. اون زمانی که آگهی درست کردم من ناچار شدم به جناب مؤذنی بگم که موضوع این آگهی چیه، ولی غیر از ایشون کسی نمی‌دونست، حتی خانم دکتر بنشیان و بقیه همکاران نمی‌دونن، حتی عزیزانی که در رادیو کار می‌کنن نمی‌دونن. جالب اینه که من وقتی به خانم فروده گفتم خانم فروده این داستان این آگهی چیه، ایشون یه جوری منو مطمئن کردن که من برات پیدا می‌کنم، نگران نباش، من اینو به زودی کشف می‌کنم و بهت میگم. من میپرسم نمی‌دونم ولی موضوع چیه. یعنی می‌خوام بگم اینقدر ماجرا بین تقریبا آقای مؤذنی شد و من و نه هیچ کس دیگه، حتی خانم بنشیانم خبر نداشتن. حالا میشه فرود خانم آگهی رو بگذارید؟ آقای ملکی، ریاضی نیما پسرتون واقعا ضعیفه. الان چند هفته است میگم 960 به اضافه 293 به اضافه 126 چند میشه؟ میگه 31824. خب درسته دیگه. یعنی چه؟ 960 با 293 با 126 میشه 31824. بله حساب پسرم درسته. به نظر شما حق با نیماست یا آقای معلم؟ 960 به علاوه 293 به علاوه 126 آخه چطوری ممکنه بشه 31824؟ خب جام میبادیم. این ماجرا رو خب دوستان فراوون از من پرسیدن موضوع چیه، حتی همکاران در رادیو. تنها کسی که به دلیل اینکه پولی داده بود یه خبری داشت خانم هدیه بودن، همکار عزیز ما، که گفتن پس این یه جایی باید باشه و به اینجا رسیدن که این 31824 31 ماه 8 آگست 24 ایشون اینو کشف کردن، ولی اون سه تا عدد 960 و 293 و 326 رو نه. پول کجا داده؟ حالا ایشون داون پیمنت جایی رو که میخوایم مراسم رو برگزار کنیم ایشون داده بودن. بعد من گفتن که برای چه تاریخی؟ یعنی خودتون پیش دستی کردی؟ من قبلا جناب میبودی برای خودم پول داده بودم که جشن بگیرم، تولد بگیرم. شما کجای کاری؟ یعنی اینقدر آدم های مهربون صاف ساده ای دور بر من هستن. من آقای دکتر، من به آقای محمد رضا گفتم، آقای محمد رضا گفتن که آقای دکتر خوششو نمیاد، گفتم ظاهرا این گونه است ولی باطن خوششو میاد. ببینید شما پس از باطن خبر دارید، این که میگن در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. به هر حال عزیز داستان یه بار یه بگید عدد کنم. بنابراین پس داستان این شد که پس اون ته ماجرا این است که 31824 یعنی 31 ماه 8 آگست 24. پس این شد 31 آگست 24. حالا بریم سراغ عددهای دیگه. خب اون عددها همه به ماه، اولش از 960. 960 منی که 80 ساله میشم در 31 آگست 24، 80 ضرب در 12 ماه میشه 960 ماه. پس از عمر من 960 ماه گذشته. دوم، برنامه‌ای که بهش بسیار افتخار میکنم و سرافرازم و ممنون هستم هم از رادیو ایران که این برنامه را آغاز کردن، هم بقیه تلویزیون‌هایی که در این مدت با ما بودن و بعدم رادیو همراه، از 6 مارس سال 2000 شروع شد و بنابراین 293 ماهه که من برنامه رازها و نیازها رو دارم، یعنی بیش از 24 سال و نیم یا 24 سال و 5 ماه. بنابراین 293 ماه هم میشه که برنامه رازها و نیازها. خب بریم سراغ 126. خب افتخار دیگر من که بهش بسیار بسیار سرافرازم، تأسیس رادیو همراه با همکاری جمعی نزدیک 30 نفر از دوستان
که این در 26 فوریه 2014 شروع شد و بنابراین در 31 آگست 24 میشه 10 سال و نیم، یعنی 126 ماه. پس بنابراین وقتی که شما عرض کنم 10 سال و نیم و ضرب در 12 ماه میکنیم میشه 126، بنابراین 960 ماه عمر منی، 293 ماه عمر برنامه رازها و نیازها است و بالاخره 126 ماه هم عمر رادیو همراه، جمع میشه 31 آگست 24. محل برگزاری دولبی تیاتر هست. علت اینکه خانم هدیه میدانستن برای اینکه ایشون داون پیمنت محلی که ما بعد از قبل اجاره میکردیم، یعنی عرض کنم دولبی تیاتر رو پرداخته بودن، بنابراین ایشون یه سرنخی داشتن و از این طریق به این راز پی بردن و امروز این راز آشکار شد. بنابراین جام می بودید راز 960 ماه عمر منه، 293 ماه برنامه رازها و نیازها، 126 ماه برنامه رادیو همراه، جمعش هم میشه 31 آگست 1900. هیچ خیلی ساده بود وقت نگاه کردم چه چیزی که بخوام بهش مفتخر و سرفراز باشم چیه. دیدم سنم که هیچ کارش نمیتونم بکنم، حداقل عرض کنم برنامه رازها و نیازها و رادیو همراه. فوق‌العاده. جاله جان شنیدی؟ شما در جریان این محاسبات بودید یا نه؟ بله، نه متاسفانه من اولین باره که در جریان موضوعات قرار نگرفتم و نمیدونم اینم نمیدونم چگونه شده، ولی نه من نمیدونستم. شما نه؟ و بله و کاملا میتونم بگم که از دل برآمد که مسئله بزرگداشت آقای دکتر، که انگار که واقعا به قول آمریکایی‌ها میگن it meant to be و ظاهرا مثل این که اصلا مقدر شده بده ما این کار رو انجام بدیم، برای اینکه همه چیز دست به دست هم داده و این همزمانی باعث شده که ما بتونیم خوشبختانه یک همچین مسئله رو به سرانجام برسونیم و من بی نهایت از صمیم قلب خوشحالم. چون خدمتتون بگم آقای میبودی عزیز، همچنین شنوندگانی که میشنوند، من برای تز دکترا روی مسئله تاثیرگذاری و حال تراپی ها و این سخنرانی هایی که آقای دکتر در جامعه ایرانی انجام دادن دنبال مطالب مختلف میگشتم و رفرنس های مختلف و شما باورتون نمیشه من یک مقاله ای رو پیدا کردم چند سال پیش که نام آقای دکتر هولاکویی رو در اون مقاله درج کرده بودن که ایشون تاثیر بسزایی داشته در تغییر نگرش مردم ایرانی ها، جامعه ایرانی در مورد تراپی و در مورد به اصطلاح روان درمانی. چون قبل از این موضوع اگر شما یادتون باشه همه این مسئله رو به عنوان یک تابو میشناختن و اگر کسی میرفت به یک روانکاوی مراجعه میکرد یا تراپی میخواست بگیره یا پنهان میکرد یا در 90 موارد حتی اجتناب میکردن، به دلیل اینکه نمیدونستن نگرش جامعه نسبت اونها چه خواهد بود. اما این تابو رو آقای دکتر با تلاش مستمرشون از بین بردن و الان تبدیل شده به یک موضوعی که نه تنها مردم دنبال روانکاوی هستن و دنبال پیدا کردن مشکلات خودشون، بلکه حتی تبدیل شده به یک فشن، یعنی هر کسی اگر تراپیستی نداشته باشه الان دیگه معمول نیست و همه دوست دارن که بگن که ما تراپیست داریم و تحت نظر داریم، خودمون رو رشد میدیم و حتی روانمون رو میکاویم که اشتباهات زندگیمون رو کم و کم تر کنیم و ما مدیون آقای دکتر هستیم برای این اتفاق خوبی که برای جامعه ایرانی افتاده. من از توضیحاتون بسیار سپاسگزارم. این نکته رو واقعا عرض کنم که آنچه که به عنوان کار روان درمانی و تراپی هست، من نامش رو حمام روانی گذاشتم و به نظر من هفته یک بار برای همه لازمه و این اصلی است که امروز از نظر علمی پذیرفته شده است و حتی شامل حال خود کسانی میشه که دستن در کار هستند و بنابراین خوشحالم که تو این مدت 293 ماه که در حقیقت 24 سال و 5 ماه هست این فرصت در رادیو تلویزیون ها به من داده شد که بین فکر میکنم حدود 14 ساعت در هفته تا برخی از موارد 26 ساعت در هفته این برنامه رو داشتم و به همجد بود که فرصتی برای گفتگو با بیش از 40 هزار نفر از
هموطنان و همزبانان عزیز شد و به هر حال شاید از این طریق بیشتر به خاطر شرکت شنوندگان و یا بینندگان سطح آگاهی و دانایی ما در مورد خودمون و دیگران بالا رفت و با موارد و مسائلی آشنا شدیم که قبلا علاوه بر اون چه که شما اشاره کردید که پنهان می بود، ولی به هر حال با جنبه ها و زمین های مختلف اون آشنا شدیم. به همین جهت است که از این بابت سپاسگزارم، ولی این سبب شد که به هر حال ماجرای 960 به اضافه 200 به اضافه 126 به وجود بیاد و همونطور که شما فهمید. اما هنوز یه مطلب دیگری هست که باید اینو عرض کنم. ما هفته گذشته من آمدم اینجا که در خدمت جامعه بودی این موضوع رو مطرح کنیم. متاسفانه خبر ناگوار حکم اعدام توماج صالحی به صورتی در اومد که جامعه بودی و من به این نتیجه رسیدیم که بهتر این بحث رو که الان مربوط به تولد و بزرگداشت هست رو در یه چنین شرایطی مطرح نکنیم. بنابراین از هفته گذشته جناب میبودی و خانم فرهوده که اینجا قرار بود برند و برای من این راز رو کشف کنن در جریان قرار گرفتن. بنابراین اگر میخواید بدونید چه کسان دیگری واقعا در یه هفته گذشته میدونستن غیر از جناب مؤذنی که از آغاز بودن، این دوستان عزیز و گرامی بودن، ولی به نظر میرسه که با کسی دیگه در میون نگذاشتن غیر از خانم هدیه که ایشون هم به خاطر خبر از چکی که نوشته بودند و اجاره محل ها بله محله که و همون محل محله برگزاری. خب محل کجاست؟ محل دولبی تئاتر، محل برگزاری مراسم اسکار. تاریخ 31 شنبه 31 آگوست 24 ساعت 7:47 دقیقه. واقعا افتاد شنبه افتاد. دوره محاسبه شد شنبه. شنبه شد. جالبه. من فکر کنم پدر مادر من محاسبه کرده بودن. برای که با این راز و سری که پسرش رو درست کرده، اونا هم باید یه دست در این کار می‌داشتن. یعنی به هر حال توطئه‌ای هست. بنابراین خوشبختانه 31 آگوست امسال مصادف است با روز شنبه. و بعد برای من بهتر که خوشبختانه دولبی تئاتر آزاد بود. بعدن که ما بلافاصله چند ماه قبل اونجا رو برای 31 آگوست گرفتیم و چون همراه هست با غروب خورشید که ما مایلیم اون به سامان برسه و دوستان راحت بتونن تشریف بیارن، برنامه ساعت 7:47 دقیقه آغاز خواهد شد تا ساعت 11 که دولبی تئاتر در محل برگزاری مراسم. حالا چیزی که استنباط کردم امروز این بود که اگر شما پیشنهاد نمیدادید خود دکتر پیشنهاد میدید. من قبل از اینکه پیشنهاد بدن برنامه اون وقت جریمه میکردن به خاطر سکوت و اینکه به فکرشون نرسیده. حالا معلوم نیست ای بسا موضوع مهمی جناب میبری تو این ماجراها برخی از قد موزی ها و مرموزی های دیگری هم وجود داره. من سابقه شو در برنامه خود استالی داشتم و دارم. بنابراین ای بسا این عزیزانم به دلیلی بو بردن پس فکر کردن بهتر پیش قدم بشن. نه من گمان کردم که الان آقای دکتر میگن برای خودشون کارت پستال این حرفا چه این کارا چه اون کارت پستال میفرستن خیلی با خانم جالب اینشون. خب قبلا هم اینو به عنوان کرده بودم به عنوان بزرگ داشت، ولی چیزی که اتفاق افتاد من فکر کردم گفتم چون سالن دولبیه و کسی نمیدونست دولبیه و 3400 نفر 3200 نفر 3400 بله گفتم که یه مرتبه بعضی موقع ما رو اون پیش زمینه که روی بزرگ داشت داریم. گفتم الان بگیم دوستان فکر میکنن که باید یه 3 ساعت افراد مختلف میان مثالت سمینار میخوان هی صحبت کنن اینا، از این حالت چجوری درش بیاریم؟ من گفتم تولد باشه و خب حالا بزرگداشت نباشه. بعد دیدم شما و ژاله جان اصرار دارین نه بزرگداشت نه. خب من سالن رو میدونستم کجاست، گفتم آقا بذارین تولد باشه حالا بزرگداشت باشه، که سر اون بین علما اختلاف افتاد. خب البته ما یه بخش خیلی عظیمیش باید در هر حال حالا یه بخشیش باید متعلق باشه به این که در هر صورت ما در مورد آقای دکتر صحبت بکنیم و آنچه که گذشت. ژاله جان شما به هدف رسیدی، یعنی شما امروز من همیشه فکر می‌کنم خودم چند تا کتاب شیرین خود باشه، یعنی شما اصلا مرزهای خود شیرین رو در نوردیدی امروز واقعا. البته من در دفاع از شما که البته تعجب می‌کنم که دارم دفاع می‌کنم از شما، ولی من باید اینو بگم آقای دکتر، جالبه که من وقتی که این مسئله رو عنوان کردم و با مخالفت شدید آقای محمد رضا اولش روبرو شدم، بعداً متوجه شدم که ایشون ظاهراً خودش با پرهام راجع به این قضیه صحبت کرده بوده و پرهام گفته بوده که جاله گفته در مورد این قضیه و بنابراین
جالب بود که حتی آقای محمد رضا خیال کرده بودن من با پرهام صحبت کردم. یک پیچیدگی عجیب. پس توته خیلی نه نه ما اصرارمون من به معنی که پرهام بچه واقعا دیگه پسر دکتر هلاکوی بچه بسیار صادق و میشه گفت درست کاریه. به معنی که گفت اتفاقا جالم گفتم پرهام جان اصلا اسم جاله رو نیار، یه کاری کن که این ایده خودمون بوده، خودمون خواستیم و پرهام از اونجایی که گفت من نمیتونم، گفتم پرهام جان حالا کردیتو نده و اینا، قبول نکرد، مجبور شدیم که به هر حال خانم جاله رو به نوعی اینوالو کنیم. به هر حال پس آقای دکتر بایزه شما من واقعا فکر کردم گفتم الان ما رو توبیخ می‌کنین، نمی‌رسم الان تشویقم می‌شدیم اگر همچی کاری می‌کنین. پس بایزه شما تشویق میشید ولی نه به خاطر فریب خوردنتون. آها بسیار خوب. پس ما تولد شما رو بگیریم. آیا آقای محمد رضا آیا به من ایمان آوردی؟ من بله، من واقعا شما شکر نه به قطره بلکه به دریا رو من امروز شروع میکنم به نوشتنش از اساس. خیلی هم خوشحال بودن، چرا که نباشم، بایدم خوشحال باشم. خب شما روانشناسا همدیگر رو بهتر میشناسیم، ماها نمیشناسیم. واقعیت ببین خود آقای دکتر همیشه میگن آدم سالم کسیه که وقتی که حتی ازش تشکر میکنن یا قدردانی میکنن خوشحال میشه و اون رو میپذیره و به همین جهت چرا که نه، یعنی این اکنالجی که ما داشته باشیم، این فرض کنید اگر ما قدردانی بکنیم و ایشون نپذیره ما چه حالی خواهیم شد؟ احساس خوبی به ما دست نخواهد داد و به همین جهت که فکر میکنم که این یه واقعیتی که این مال جلد دومه کتاب بود یا جلد اول؟ نه این اصلا دیگه تازه هنوز در نیومده. این خودم تحقیق آقای محمد رضا خودم خیلی بعضی آقای دکتر میگن روح القوانین مثلا مونتسکیو، بعضی ها میگن شرحی بر روح ایشون شرحی بر اون کتاب های خود چنین، یعنی دیگه خیلی البته آقای دکتر شما هم اشاره کردیم به حمام روانی، من برنامه شما رو گوش میکنم بیشتر شما کیسه و خیلی دیگه پوسته آدم ها رو میگه. به هر حال پس با اجازه شما آقای دکتر، با محبت شما آقای مهبودی، ما تولد آقای دکتر رو اون روز میگیریم و البته خب طبعا بزرگداشتی هم خواهد بود و به هر حال البته خانم جاله اشاره کردن 20 خورده سال، من تصحیحتون میکنم آقای دکتر بیش از 50 ساله که دارن خدمت میکنن به جامعه، از زمانی که در ایران فعالیت میکردن. خانم جاله شما یه 30 سالی و همین وسط ها انداختین و عرضم بزرگتون که ما به اندازه خودمون در این گوشه هستیم و در خدمت. کاملا دکتر یه بار دیگه خواهش می‌کنم اون اعداد و ارقام رو بگید یه بار دیگه. اصلا ارقام این چون مطمئن که من که درست هنوز نگرفتم ولی بفرمایید 960 خب 80 سال عمر ضرب در 12 میشه 960 ماه 900 خب 960 293 از 6 مارچ 2000 برنامه رازها و نیازها است تا همون آگست میشه 293 ماه. خب و تأسیس رادیو همراه از 26 فوریه 2014 میشه 10 سال و نیم میشه 126 ماه. بنابراین ماه مربوط به زندگی من، برنامه رازها و نیازها و رادیو همراه جمعش میشه 31 آگست 24 که همون 31824 است. حالا آقای مهبودی روزی که این اعداد رو گذاشتن جلوی من گفتن که این اعداد یعنی چی؟ من هر چی نگاه کردم گفتم هی از بالا اومدم پایین، از پایین رفتم بالا، از راست گفتن که اگر باهوش باشی میفهمی یعنی چی. بعد منم حالا بیشتر فشار اومد روم، گفتم ببین الان من مچم باز شد که گفتم من باش اینا رو که بر من توضیح دادم گفتم آقای دکتر ما از این کارا گاهی وقت تو رادیو میکنیم ولی آخه یه کلوی یه نکته انحرافی هم حدی داره، این که اصلا هیچ کس نمیتونه حدس بزن. پرهام هم اتفاقا همینو گفتم ولی نه، جالبش اینه که واقعا کسی نتونه حدس بزنه و واقعا هم همین طور بود. اگه خود آقای دکتر الان چند بار میگم بازم من طول میکشه تا متوجه شم. به هر حال پس ما پایه این کار رو گذاشتیم واجزه شما. خب بنابراین آگهیت الان نیمه تمومه، الان که قضیه آشکار شد به نظر میشه توضیحات شما بهش اضافه بشه. حالا اونی که دوستان فرق میشه تنها نکته این است که اگر عزیزانی در جهت روز تولد و بزرگداشت میخوان هدیه‌ای بفرستن کاری بکنن لطفا با آقای محمد رضا معزنی خانم فنشیان و دفتر رادیو همراه تماس بگیرن. بذارید دیگه این کارو با آخر برسونیم دیگه. شما از اینایی که اصلا میرن یه فروشگاهی یه چیزی میگیرن بعد میتونن دوستان برن از اونجا خریداشونو انجام بدن، شما دیگه به عهده خودتون میذارید
بذارین دیگه، ببینید کجا رو دوست دارین دیگه، خریدار رو میدن من همونجا انجام میدن. ایران که بیشتر پتو بود و فلاسک آب و ساعت دیواری پتو هم بود. حالا اینجا من نمیدونم میخواین چیکار بکنین. مثل که 20 سال پیش هم برای شما یه تولد گرفتن توی اورنج کانتی. نه 20 سال قبل یه بزرگراش گرفتن در اورنج کانتی. بزرگراش گرفتن. شما هیچ چیزی نگفت، سکوت کرده بودید در زمینه. خب برای که می‌خواستم این یکی جدی می‌خواستم بگم اولین باره. الان می‌گید این همه صفا و خلوص و پاکی رو شما از کی انتظار دارید؟ به هر حال خیلی خیلی ممنون، مرسی. ولی واقعا من مطمئن شدم که اگر به فکر شما نمی‌رسید ایشون همین امروز با صدای بود هم شما رو توبیخ می‌کنه. آخه آقای دکتر جالبه، تو کنفرانس هاشون میگفتن که شما اگر نیاین من میام اینجا کنفرانس میذارم. نه نه بیش از این میگفتم، میگفتم که شما دوستان اگر تشریف میارن به کنفرانس ها مطمئن باشید من میگم بیاد، یه پولی هم من بهتون میدم. اما حالا شما خودتون میاد پول میدید، من که عقلم کم نیست پولا رو میگیرم. بله بی خودی نگی زحمت میکش، من هیچ زحمتی نمیکشم. نه این 23 سال رو عرض کنم نیم رو در رادیو همراه یا در برنامه راسا هیچ زحمتی نبوده، رحمت اندر رحمت بوده به خاطر واقعا محبت و لطف دوستان. و همیشه من تا سپاسگزار رادیو 670 670 هستم که این فرصت و امکان رو به من دادن. برنامه رازا و نیازا از کارهای آقای افشین گرگین هست، عنوانش رو، موسیقیش یعنی آرمش رو، و اون زمان جان پیلی رئیس اون رادیو بود که با این کار موافقت کرد و البته ایشون مسئول برنامه ها بودن و عزیزان دیگری که بعدم بودن. بنابراین سپاسگزار هم رادیوی 670 هستم، هم همه تلویزیون ها، تلویزیون پارس، تلویزیون اندیشه، تلویزیون تصویر ایران که برای سالهای سال من در اونجا برنامه داشتم به خاطر لطفی که به من داشتن و این فرصت و خسته نباشید دکتر جان. آرزوی عمر دراز، سایه شما بلند، مستدام. مطمئنم که شب درخشانی خواهد بود. تجدید از دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، بزرگداشت و تولد و در ضمن تولد رادیو، سالگشت ده و نیم سال رادیو. ده و نیم سال رادیو. به سلامت است که پلیس خانم جاله رو گرفت الان. در ضمن در انتهای برنامه آقای دکتر من یه اضافه حقوق هم اگر اجازه بدید. حتما شما فعلا اون پلیسی که دنبالتون رو یه جوری ردش کنید. اضافه حقوق پیشکشتون. جان تشکر. خیلی ممنون دکتر لکوی، سپاسگزارم. مرسی از شما. ممنونم.